عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستانی که ویدیو ما رو تماشا میکنن. امیر میرکریمی هستم، مربی بدنسازی حرفه‌ای و تغذیه ورزشی از فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB. تو این ویدیو میخوایم در رابطه با رژیم غذایی کریس بامپستد با شما صحبت بکنیم و یک ویدیو از خودش رو ببینیم که یک روز تغذیهش رو 7.5 هفته مونده به مسابقات مستر اولمپیا نشون میده. و برای کسایی که این ورزشکار رو نمیشناسن، ایشون ورزشکار کانادایی هست که 3 بار متوالی قهرمان فیزیک کلاسیک شده در مستر اولمپیا و این ورزشکار با اختلاف از رقباش قهرمان شده و همیشه کات خیلی خوبی داشته. بنابراین رژیم غذایی قبل از مسابقه مستر اولمپیا خیلی برای ما حائز اهمیت میشه. تمام کسایی که رو اون استیج هستن رژیم غذایی و تغذیهشون خیلی اصولیه، ولی خب کریس بامپستد با اختلاف بهتره. بنابراین ما ببینیم از رژیم غذاییش چی میتونیم یاد بگیریم، ببینیم نسبت کربوهیدراتش به پروتئینش چقدره، ببینیم چند کیلوکالری مصرف میکنه، مواد غذایی که انتخاب میکنه برای قبل از مسابقه به چه صورتی است و یه آنالیزی کلا راجع به برنامه غذاییشون داشته باشیم. خب وعده اول غذایش رو میبینید که معادل 724 کیلوکالری حساب کرده. 2 تا تخم مرغ کامله، 200 گرم سفیده تخم مرغ، 80 گرم جوی دو سر هست، موز و پودر پروتئین که همون وی پروتئین باشه. Grams of oats, like 3/4 scoop of protein, 3/4 banana, drizzled on top there, and of course a little bit of ketchup because ketchup is life. I'm even wearing the shirt right now, but you can't see it because I have a hoodie over it. Ketchup will probably be taken out soon. Bananas will probably be taken out soon. All the good shit will be gone probably soon. But for now, I'm still eating a good amount of food, enjoying it. خب خودش میگه که الان 7.5 هفته مونده به مسابقات. کچاپ هضم میشه و موز هم هضم میشه، به ترتیب رژیم غذاییش هی سخت‌تر میشه برای اینکه درصد چربیش رو بیاره پایین‌تر. اما نکته‌ای که هستش، 7.5 هفته تقریبا نزدیک به 2 ماه میشه قبل از مسابقه، اینا رو هنوز قطع نکرده و استفاده میکنه. این وعده غذایی شماره 1ش میشه. وعده غذایی شماره 2 200 گرم raw weight of sweet potato and a little bit. وعده غذای شماره 2ش رو اومده 180 گرم مرغ رو انتخاب کرده که عموما اینا از سینه مرغ استفاده میکنن بخاطر اینکه درصد چربی پایینتری داره، و 200 گرم از سیب زمینی شیرین. سیب زمینی شیرین دیده باشید رنگش مثل رنگ هویج میمونه. تو حالا یه زمانی هم بودش توی این فروشگاه هایپر استار اینا بودش میدیدیم. خوبیش اینه که مزه خیلی خوبی داره، حتی خب سلیقه‌ایه، ولی کالوریش کالوری منطقی هست، جی آی خوبیه و خیلی هم ورزشکارا استفاده میکنن، مخصوصا خود کریس بامپستد خیلی علاقه داره به سیب زمینی شیرین. و 362 کیلوکالری هم داره از این وعدهش انرژی میگیره. It is what it is. We're trying to get absolutely shredded. We're going back to back this year, winning the second Olympia, so gotta do what you gotta do. And I'm saying that now as my diet still has a lot of food and will be decreasing a lot from this point. But still, hopefully my body adjusts and I get less hungry, but I've been starving lately. Either way, I'm gonna eat this meal and next meal will be pre-workout, so. خب توضیح میده که این مقدار غذا با توجه به اینکه خیلی کمه، اما برای اینکه داریم آماده میشیم مجبوریم کالری رو کم بکنیم برای مسابقه. و وعده غذایی بعدیش هم که قرار هستش مصرف کنه، وعده غذایی هستش که وعده غذایی قبل از تمرین حساب میشه. بنابراین یه توجه ویژه داشته باشید به وعده غذایی بعد، چون یه ویدیو هم درست کردیم راجع به وعده غذایی قبل از تمرین، حالا لینکش رو برای شما میذارم اگه خواستید چک بکنید. یه سری نکات هم اینجا میبینیم و راجعش توضیح میدیم. 200 grams of rice,
180 grams of white fish, and again that same kind of veggie mix I was doing. And this meal gets a little bit of pineapple in it. I used to get 60 grams. خب بعد غذای سهش هم تقریبا کالریش با بعد غذای شماره دو یکیه و دقت بکنید ببینید چه چیزهایی رو داره میرسونه به خودش. کربوهیدرات 200 گرم از برنج داره 200 گرم برنج داره میخوره، کربوهیدراتش رو میگیره و 190 گرم زده ماهی سفید. خب ماهی سفید یه ماهی هستش که چربیش به نسبت حالا مثلا ماهیی مثل سالمون و ماهی مثلا قزلالا اینه کمتره. این ماهی سفید رو انتخاب کرده برای قبل از مسابقه و من از خیلی ها شنیدم، خود لیپیریست هم شنیدم که تو دوران کات قبل از مسابقه خیلی از ماهی سفید استفاده میکنن. ماهی سفید توسط دیف پلومبو هم تایید شد، یه ورزشکار حرفه‌ای دیگه هم الان اسمشو فراموش کردم، ایشون هم تایید میکرد که ماهی سفید خیلی برای کات قبل از مسابقه خوبه. این نکته رو حالا داشته باشیم. و 40 گرم هم داره آناناس استفاده میکنه، بنابراین ویتامین ها رو داره میرسونه، کربوهیدرات و پروتئین رو داره قبل از تمرین به بدنش میرسونه. So again, today's a sad day, just cutting all my food down, but I'm trying to get shredded. I got a lot of weight to lose, over 2 pounds every week for the next 8 weeks or so. So locking it down. But yeah, this is my favorite meal to have before the gym. I like having white rice because it just sits well with me before I train. And it's leg day, so it's got to be a good fucking day. I might have to take pre-workout today even. I'm rambling on, but I'm going to make this meal and eat it. البته توضیح میده که آناناس ممکنه قطع بشه هرچی میره جلوتر، اما پله پله رژیم غذاییشو کم میکنه. و اینکه راجع برنج هم توضیح میده که من با برنج خیلی راحتم برای وعده قبل از تمرین، اذیتش نمیکنه. حالا این یه چیز سلیقه‌ای میتونه باشه، شما مثلا کربوهیدراتتون رو شاید با سیب زمینی راحت باشید، بخواید قبل از تمرین از سیب زمینی بگیرید. ولی خب باید حتما وعده غذای قبل از تمرینتون شامل پروتئین، کربوهیدرات و ویتامین ها باشه. شما باید سعی کنید تمام چیزهایی که بدنتون نیاز داره رو قبل از تمرین بهش برسونید که توی تمرین به مشکل نخورید. بنابراین اگه فقط پروتئین قبل از تمرین استفاده بکنید شاید جالب نباشه، یا اگه فقط کربوهیدرات استفاده بکنید. البته خب رژیم هایی هستش که خیلی سخت برای وزن کم کردن استفاده میشه، اونجا فقط پروتئین استفاده میکنن. ولی خب میبینید دیگه کسی که این مقدار عضله رو داره مجبور هستش کربوهیدرات رو برسونه تا اینکه توی تمرین به مشکل نخوره و کیفیت تمرینش پایین نیاد. میریم سراغ وعده غذایی بعدیش. Grams of rice, 190 grams of white fish and a little bit of asparagus in there. Also been using this mustard. خب وعده غذایی بعدیش هم 419 کیلوکالری دیدید و این وعده شامل 200 گرم برنج، 190 گرم ماهی سفید. دوباره دقت بکنید، ماهی سفید. و گفت کنارش من مارچوبا هم استفاده میکنم و این موستارد که میشه خردل هم در کنارش استفاده میکنه به عنوان طعم دهنده. Company called the Social Club, smoking hot honey mustard flavor. And I just drizzled a little bit of water in there from the tap and then like stirred it up so it was more water down. And even less calories, and it kind of spreads better on you. Because sometimes honey mustard's thick as fuck. But this is post-workout meal. خب توضیح میده که این وعده وعده غذای بعد از تمرینش حساب میشه و تو اون سس خردلی که به شما نشون داد گفت من آب اضافه میکنم که کالریش رو بیارم پایین‌تر، هم از اون طعم دهندگیش استفاده بکنم، کالریش رو کمتر بکنه با این روش. Courtney laughs at me every time I do this. I'm always like, what do I say on the camera? I'm not laughing at you. There you are. I'm eating cereal. I'm eating. I'm hungry, right. So I will see you later. Same day. Same. دیگه اینجا هم نکته خاصی نداشت صحبت. It's 2,243 calories, which brings my macros are about calorie. خب کالری کاملش رو توی یک روز ببینیم چقدره. 2243 کیلوکالری، یعنی کالری فوق العاده پایینی برای کسی توی این قد و وزن و یک چنین تمرینی
شما حسابش رو بکنید که این شخص یکی که درصد عضلاش خیلی بالا، چگالیش خیلی بالا، تمرینش به نسبت تمرین افراد معمولی خیلی سنگین تره، کلن 2243 کیلوکالری داره استفاده میکنه. بریم سراغ ماکروهاش ببینیم به چه صورته. Which brings my macros are about 260 grams of protein. 260 گرم پروتئین، یعنی اگه شما با وزن کریس پامست بخواید حساب بکنید تقریبا 2 الی 3 گرم پروتئین داره استفاده میکنه به ازای هر کیلو از وزنش. 25 گرم فت، 25 گرم چربی که شما اگه بخواید حساب بکنید میشه تقریبا 175 کیلوکالری. از 2000 تا، یعنی یه چیز هولوش 10% کالریشو داره از چربی میگیره، مقدار خیلی پایینیه. 225 گرم کربز، 25 گرم فت، 225 گرم کربز، 225 گرم هم کربوهیدرات داره استفاده میکنه. تقریبا کربوهیدراتش با پروتئینش نزدیک به همه، یه مقدار کمتره. بنابراین شما دقت بکنید ببینید بیشتر کالوری که داره میگیره رو داره یک از پروتئین میگیره، دو کربوهیدراتش نزدیک به پروتئین، مقدارش یه مقدار کمتره، نزدیک به 10 الی 15% کمتره، و چربیش رو اومده روی 10% بسته، مقدار خیلی پایینیه. کالوریش رو خودش که گفت من میخوام هفته ای 2 پوند کم بکنم، یعنی هفته ای 1 کیلو میخواد کم بکنه، تقریبا هفته ای 7000 کیلوکالری خلأ داره، یعنی روزی 1000 کیلوکالری. یعنی کریس پامسد یه چیز هول و هوش 3500 کیلوکالری تا 4000 کیلوکالری وزنش رو نگه میداره، بنابراین اومده کالریش کم کرده تا بتونه این وزن 2 پوند در هفته رو کم بکنه، چیزی که تو ویدیو اشاره کرد. و یه نکته مهم، ماهی سفید یه بخش مهمی از غذاش بود، دقت بکنید این موضوعات رو، پروتئین رو از ماهی سفید گرفت، از سینه مرغ گرفت و از سفیده تخم مرغ گرفت. دقت بکنید گوشت قرمزی در کار نبود توی این وعده غذایی قبل از مستر اولمپیا. پروتئینش و کربوهیدراتش اومد از سیب زمینی شیرین و از برنج گرفت، دوباره کربوهیدرات‌های پیچیده‌ای که سرعت جذبشون پایین، جی آی پایینی دارن و جی ال پایینی دارن، و تو حالا چربی هم که استفاده کرد دقت کرده باشید راجع به چربی اضافه صحبت نکرد، و این چربی که خودش داره صحبت میکنه هولوش 10% این چربی هستش که داخل بافتای گوشت ها هستش احتمالاً، چون چربی اضافه نکرد، اگرم اضافه کرده در حد خیلی کمه به نظرم، اگرم چیزی اضافه کرده باشه از چربی های غیر اشباع هستش که خب نیاز داره بدن، برای بدن مفیده. And again I really don't trust the macros on my fitness pal cuz I find everything has more protein than it really does on it. And it's kind of random, but I'm eating around 2,200-2,300 calories as of right now. I mean right now meaning less, but I was for the video you saw. Now it's probably just around 2,000, maybe slightly under. But yeah, so that's 7.5 weeks out diet. Not too bad, can't really complain. I thought it was going to be a lot more when I put it into my fitness pal, and it was only that much. I was like, oh shit, damn. To me, that feels like a lot of food because I'm used to having like such low calories in prep. Last year, I was around like 1,500 calories at 6 weeks out, and that was absolute hell. But my body keeps changing every single day, and I feel pretty good with it. I have the odd day, like every time I take a rest day, I'm beat, and I'm like, one of the huge things I've learned, and I'll get into this in another video, is how fucking important rest is specifically for me, who my body doesn't handle stress very well. So I've been taking like pretty much 2 rest days off a week, and every time they come, I'm like gassed, just like sleeping all day, like so tired, feeling like crap, and then I feel much better the next day. So get your rest, follow the plan. That's all I gotta say for now. I'll catch you guys in the next video. بسیار عالی. من صحبت‌های نهایشم توضیح بدم. از نرم افزار مای فیتنس پال استفاده می‌کنه برای ترک کردن کالریش، و خودش میگه که این نرم افزار پروتئینی که داخل مواد غذایی هست رو داره بیشتر نشون میده و اعتمادی
به این اعداد نداره، به نظر خودش یه چیز هلوهوش 2000 تا داره استفاده میکنه، یعنی 2200-300 تایی که ما گفتیم خطایی هستش که به قول کریس پامپسر این نرم افزار داره و اشاره کرد که من سال قبل 1500 کیلوکالری مصرف میکردم که خیلی بیحال بودم، کسل بودم و بدن من که میگم بدن کریس پامپسر از زبون ایشون میگم که میگه بدن من استرس رو خوب کنترل نمیکنه، بنابراین هر چقدر که داره بدن من تغییر میکنه رو به جلو ما اصلاحات رو داریم روی رژیم غذایی اجرا میکنیم. بنابراین امسال به نسبت پارسال 500 کیلوکالری زیاد کرده و میگه احساسش بهتره، اما استراحت و غذا رو تاکید میکنه روش که فراموش نشه. خب دوستان، ما این ویدیو رو درست کردیم با هدف اینکه یه دیدی داشته باشیم نسبت به برنامه غذایی قبل از مسابقه که برای کات کردن استفاده میشه، اما خب این رژیمی که هستش که برای کم کردن چربی استفاده میکنن، خب بقیه هم میتونن ازش استفاده بکنن، اما نکته ای که وجود داره این هستش که برای ما ماکروها خیلی مهمه که بدونیم با چه ماکروهایی شروع میکنم به کات کردن، با چربی خیلی کم، پروتئین و کربوهیدرات تقریبا اندازه هم، کربوهیدرات های پیچیده و چه نوع پروتئینی استفاده بکنیم، ماهی و سینه مرغ. این راهنمایی هایی هستش که ما از این ویدیو گرفتیم و دقت بکنید بیشترین کالری موجود کالری صبحونه بود که تقریبا دو برابر کالری موجود توی وعده های دیگه بود و این نکته خیلی حائز اهمیت، اگه خود ما هم می‌خوایم برنامه غذایی بچینیم دقت بکنیم که این برنامه غذایی به صورتی باشه که ما بیشتر کالریمون رو بتونیم توی وعده صبحونه بچینیم. و علت این که وعده صبحونه اینقدر اهمیت پیدا می‌کنه، خب بدن شما از تایمی که شما استراحت می‌کنید تو رخت خواب تا صبح تقریبا 8 ساعت خلأ مواد غذایی داره و قطعاً اون تایم احتیاج داره که اون گشنگی که به بدن ته شبانه روز بهش تحمیل شده رو بتونه توسط یه وعده غذایی کامل جبران بکنه. بنابراین توی صبحونه کالری رو دو برابر در نظر میگیریم، توی سه تا وعده بعدی میایم کالری ها رو ما بقیش رو میشکنیم و به صورت مساوی تقسیم میکنیم. این چیزی هستش که من از این ویدیو گرفتم و خب راجب میوه ها هم توجه کردید چی گفت، میوه ها قطع میشه و منحوت هستش به این تایمی که میره جلو، ذره ذره میوارم قطع میکنه، بنابراین کریس پامپسر کالریشو پایین 2000 هم میاره و برنامه غذایش برنامه غذایی پله‌ایه. ما هم اینو در نظر داشته باشیم اگه میخوایم درصد چربی رو کم کنیم، یهو یه رژیم خیلی سنگین نگیریم، رژیمو یه ذره سفتش بکنیم، درصد چربی اومد پایین‌تر یه ذره سفت‌تر و پله پله کم بکنیم، اینجوری نه بدنمون واکنش خیلی سریع نشون میده، نه خودمون به اون سرعت زده میشیم از رژیم و خسته میشیم و در نهایت تخریب عضلمون هم کمتره، نتیجه بهتری هم میگیریم از برنامه‌ای که برای کات داریم استفاده میکنیم. دوستان به انتهای این ویدیو رسیدیم، امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین. اگر از ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک بکنید، اگر تا به حال کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کانال رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم این کانال رو معرفی کنید. ممنون از اینکه تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید.